48مین کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بیش از 70 کشور برگزار شد. وزیران خارجه و دفاعی کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و همچنین دبیر کل ناتو در این کنفرانس شرکت داشتند. موضوع‌های مطرح در این کنفرانس ایران، افغانستان، بهار عرب و مسائل خاورمیانه بود. رژیم آخوندی هر ساله نمایندگانی به این کنفرانس اعزام می‌کرد، اما امسال مدیر کنفرانس گفت رژیم ایران کماکان یک کارت ناشناخته است و مانند دسته گرگ‌ها نمایندگان خود را در دقایق آخر به کنفرانس می‌فرستد، اما تا به حال این کار را نکرده است. در جریان کنفرانس و در دیدارهای حاشیه آن، دبیر کل ناتو راسموسن تاکید کرد که طرح سپر دفاعی موشکی اروپا به زودی، یعنی تا ماه می میلادی، راه اندازی می شود. این طرح برای مقابله با تهدید موشکی رژیم ایران است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم بر تشدید تحریم ها تاکید کرد و گفت رژیم ایران به سرپیچی از التزامات بین المللی ادامه می دهد. به همین دلیل آمریکا و اروپا با متحدان خود قوی ترین تحریم ها را علیه این رژیم اعمال کردند. وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا هم نسبت به تهدیدهای رژیم ایران هشدار داد. وی گفت ما با تهدیدهای مختلف روبرو هستیم، از تهدید تروریسم گرفته تا تهدید رژیم ایران و کره شمالی و بحران خاورمیانه.